رازورزانی که برای هزاران سال از اسرار عالم هستی و روایت واقعی خلقت انسان محافظت کرده اند. این ویدیو درباره گروهی کهن در ایران باستان هست که احتمالاً بخشی از دانسته هاشون ریشه روایت های مدرن امروز درباره فرازمینیان باستان هست. اگه اولین باره ویدئوی از شبکه ما میبینید، روی دکمه سابسکرایب و علامت زنگوله کنارش کلیک کنید تا ویدئوهای بعدی رو زودتر ببینید. در دو ویدئوی قبل درباره گروهی صحبت کردیم که به باور ماکسیمیلیان دلافایت در نوشته‌ای با عنوان رساله علمای اسلام به سرنوشت نهایی انسان و بازگشت احتمالی فرازمینیان اشاره کرده بودند، گروهی که لافایت ازشون تحت عنوان علما یاد کرده. رشته جستجوهای ما درباره رساله علمای اسلام هم ما رو به این کتاب رسوند، اسطوره شناسی ایزدان ایرانی نوشته شروین وکیلی. بر اساس این کتاب اونچه تحت عنوان رساله علمای اسلام شناخته میشه در واقع متنی از طرف صاحبان حکمت کهن ایرانی در پاسخ به سوالهای مسلمانان درباره باورهای اونها بوده و بیش از هر چیزی روایتی زوروانی از سنتهای ایرانی را ارائه میده که آیینی مربوط به دوری پیش از ظهور زرتشت هست. از اونجایی که هنوز در تلاش برای پیدا کردن نسخه ای از رساله علمای اسلام هستیم، به نظر رسید که مرور باورهای کهن زوروانیان میتونه ما رو در فهم بهتر مکتوبات رساله علمای اسلام و نتیجتاً درک پیشبینی هایی که بر اساس این رساله درباره بازگشت فرازمینیان باستان شده کمک کنه. اما روایت آفرینش در باورهای زوروانی: در آغاز هیچ نبود، نه آسمانها، نه زمین و نه هیچ یک از موجودات، تنها زوروان بود. پس زوروان در آغاز هستی در آرزوی فرزندی روشن هزار سال به قربانی پرداخت، اما در پایان هزار سال به شک افتاد که آیا قربانیش پذیرفته خواهد شد یا که بی ثمر خواهد بود. از این شک و تردید نطفه اهریمن در بطن او بسته شد و از قربانیهایش اورمزد. زوروان عهد بست که اولین فرزندی را که از او زاده شود فرمان روایی جهان سپارد. اورمزد از این عهد آگاه شد و اهریمن را از آن با خبر کرد. پس اهریمن شکم زوروان را درید و در برابر او ایستاد. زوروان گفت: تو کی هستی؟ اهریمن پاسخ داد: فرزند تو. زوروان گفت: فرزند من بوی خوش و نور و روشنایی دارد، اما تو بدبو و آلوده ای. تو آن فرزندی که در انتظارش بودم نیستی. در این هنگام اورمزد زاده شد و زوروان فرزند خود را باز شناخت و دسته برسمی را که هنگام قربانی کردن بر دست می گرفت به او داد و او را تقدیس نمود. اما اهریمن عهد زوروان را به او یاد آورد. پس زوروان برای پایبندی به عهد خیش اهریمن را 9000 سال در جهان فرمان روا کرد، با این سخن که در پایان آخرین هزاره اورمزد بر اهریمن پیروز می شود و اهریمن و تاریکی را نابود می کند. پس اورمزد به آفرینش پاکی و اهریمن به آفرینش شر دست زدند. بر اساس همین روایت هست که در ایران کهن عالم خلقت به صورت ترکیبی از آفریده های اورمزد و اهریمن به وجود آمد. و احتمالاً از ویدئوی قبل به خاطر دارید که در رساله علمای اسلام هم اومده که تکامل و تعالی بشر تنها در کشمکش و آمیختگی دو نیروی نیک و بد حاصل میشه. در این روایت زوروان ایزد زمان هست و میشه استنباط کرد که این دنیا از دل زمان به وجود آمده. شروین وکیلی در این کتاب به نقل از نوشته های تاریخ نگارانی در عصر ساسانی نوشته که پارسیان فرقهی در میان خود دارند که زمان و مکان را می پرستند و این دو را زاینده تمام خدایان می دانند، که احتمالاً اشارهی هست به زوروان ایزد زمان و پدر اورمزد و اهریمن در روایت پیشین.
به نوشته وکیلی، زروان در محدوده تمدن ماد و ایران غربی نفوذ بیشتری داشته، خدایی که جاودانه و بیکرانه توصیف شده و البته در مواردی در نوشته‌های مربوط به آیین زرتشت همرده و همتای اهورامزدا خونده میشه، کسی که سازنده راه آسمانی هست که روانهای مردگان برای رسیدن به آسمان از آن عبور میکنند، که احتمالاً چیزی شبیه پل صراط در باورهای مسلمانان هست. در آثار مربوط به دوره پیش از زرتشت، زروان خدای آغازگر عالم هستی هست، کسی که پیش از اون چیزی وجود نداشت تا روزی که قصد کرد زاینده شود و هزار سال را صرف دعا و قربانی برای داشتن فرزند کرد تا روزی که دو فرزندش را باردار شد. وکیلی در روایت خودش به ایرادهایی که به این داستان وارد میشه میپردازه، از جمله اینکه اگر زروان تنها خدای حاکم هست، دعا و قربانی های اون برای چه کسی است؟ این سوالی هست که دست کم یکی از همراهان ما در یکی از ویدیوهای قبلی درباره دعا کردن خدایان مطرح کرده بود. توضیحی که در کتاب شروین وکیلی اومده بر مبنای مفهوم قربانی کردن در باورهای مختلف هست و اینکه در روایت زروان عمل قربانی کردن برای کسب رضایت ایزدی برتر انجام نشده و حتی در ابتدای روایت تأکید میشه که در اون زمان چیزی وجود نداشت و در نتیجه زروان هم چیزی برای قربانی کردن نداشت. اون توضیح میده که برداشت غالب امروزین از قربانی کردن بر مبنای باورهای سامی هست و اینکه لازم هست برای جلب نظر خدایان و تقضیه اونها چیزی را قربانی کرد تا خواسته انسانی رو برآورده کنند، در حالی که در سنت آریایی ایران باستان قربانی کردن مجموعی از رفتارهای قاعده‌مند برای ایجاد تأثیری هستی شناختی بر جهان خارج هست، یعنی جلب رضایت کسی مد نظر نیست، بلکه مجموعه فعالیت هایی که تحت عنوان قربانی کردن شناخته میشه بدون هیچ واسطه‌ای تحت عنوان خدا یا خدایان تأثیری مشخص در روند امور دارند و هدف اصلی هم به وجود آوردن این تغییرات هست. بر همین مبنا هم زروان برای زاینده شدن در پی عبادت و جلب رضایت موجودی برتر نیست، بلکه مجموعه رفتارهاش به آفرینش منتهی میشه و عملی هست برای حفظ و توسعه هستی. مهمترین شاخص باورهای زروانی همراه و همزاد بودن خیر و شر هست که در تضاد با باورهای یکتاپرستان و کسانی هست که به نظرشون شر و بدی در مقامی پایین تر از خدای یکتای مرجع خیر و نیکی هست. زروان خدای پیشین تر از دو جفت متضاد خیر و شر هست و عملا خودش هم منبع نیکی هست و هم منبع بدی. در این حال که با وجود داشتن ویژگی‌های مردانه در روایت‌های متعدد، نقشی زاینده و زنانه در داستان آفرینش پیدا می‌کنه و به نوعی جمع ازدادش کامل میشه. وکیلی معتقده که این اپامات باعث شده روایت زروانی آفرینش به صورت اسطوره‌ای معماگون در بیاد و فقط صاحبان حکمت از تعبیرهای استعاره‌ای و رازهاش خبر دارند. اون این طرح روی پلاکی مفرقی رو قدیمی ترین تصویرسازی از زروان خونده که در محدوده لرستان پیدا شده و به قرن 8 یا 7 پیش از میلاد مسیح مربوط هست. در این طرح ایزدی بالدار دیده میشه که دو ایزد از شانه‌های چپ و راستش ظاهر شدند در حالی که شاخه‌هایی از برسم در دست دارند. اون باور داره که در این تصویر زروان رو داریم در حالی که دو فرزندش یعنی اهورامزدا و اهریمن ازش زاده شدند و شاخه های برسم هم به معنای تسلط اونها بر عالم هستی هست.
وکیلی نوشته که در رساله زروانی علمای اسلام هم به همزاد بودن اهریمن و اهورامزدا تاکید شده و اینکه اهورامزدا آفریننده آتش، خشکی، روشنایی، مردانگی، گرما و آسمان هست و اهریمن خالق متضاد اونها، یعنی زایش آبها، تری، ظلمت، زنانگی، سرما و زمین. اگه بخوایم اونچه را که تا امروز از اساطیر محدوده میان رودان مرور کردیم وارد این بحث کنیم، روایت دو فرزند خدایی که بر سر جانشینی اون در نبرد دائم بودند آشناست و در اولین ویدیوهایی که درباره آنوناکی داشتیم دیدیم که انلیل و انکی دو فرزند آنو در موقعیتی مشابه هستند. مخصوصا که در روایت‌های تمدن سومر انکی با اینکه فرزند بزرگتر آنو هست، به دلیل اینکه مادرش همسر رسمی آنو نبود نمیتونه رسما جانشین پدر بشه و در روایت‌های مختلف این موضوع رو که چون زودتر از انلیل به دنیا اومده پس باید حاکم بر دنیا باشه رو تکرار میکنه، موضوعی که مورد تاکید اهریمن در روایت زروانی آفرینش هم هست و البته در این داستان مربوط به ایران کهن اون میتونه برای مدتی حاکم بر دنیا هم باشه. شباهت انکی و اهریمن در عناصری که به اونها نسبت داده میشه هم مشهوده، از جمله اینکه انکی ایزد آبها بود و حاکم بر دنیای زمینی مثل اهریمن و انلیل هم مثل اهورامزدا ایزد حاکم بر آسمانها خونده میشد. اگه از کسانی هستین که تمدن سومر رو جدا از تمدن کهن ایرانی میدونند، قبل از اینکه کامنتی در این باره بذارید حتما ویدئوی رو که قبلا درباره تمدن کهن ناشناخته احتمالی در محدوده خلیج فارس داشتیم و لینکش هم این بالاست ببینید. اما خلاصه بحثش این هست که به احتمال زیاد اونچه ما تحت عنوان اساطیر سومر میشناسیم برداشتی از باورها و اساطیر تمدنی بسیار کهن‌تر از سومریان هست که در محدوده خلیج فارس امروز وجود داشت. تمدنی پیشرفته که از دید معتقدان به فرازمینیان باستان به احتمال زیاد استارگیت محدوده خلیج فارس را هم در اختیار داشته. وکیلی در ادامه بحث درباره باورهای زروانی توضیح میده که در نوشته‌های مربوط به آیین زرتشت اشاره‌های مبهم به زروان شده و برای همین این ایزد در باورهای زرتشتی موقعیت روشنی نداره و بیشتر در دایره اندیشه‌های رازورزانه نخبگان جامعه مجال حضور پیدا کرده. اما این احتمال هست که آیین‌های مانی و مزدک در دوره ساسانی و تحت نفوذ باورهای زروانی با ابعادی عرفانی شکل گرفتند. مشخصاً در اساطیر مانوی از آفرینش اومده که در آغاز جهان زروان همچون پدر بزرگی بود که در جریان زنجیره‌ای از آفرینش‌ها بقیه ایزدان را خلق کرد و اولین مخلوقش هم ایزد بانوی بزرگ بود به نام مادر زندگی. مادر زندگی هم به نوبه خودش هرمز را آفرید که اولین جنگاور سپاه نور در برابر هجوم لشکر تاریکی بود. هرچند در این نبرد شکست خورد و اسیر شد تا بعدها به دست ایزدی به اسم مهریزد نجات پیدا کنه. هرمز بعد از این آزادی جهان را با لاشه دیوهای شکست خورده آفرید و از زروان خواست تا ایزدی را برای به حرکت درآوردن چرخهای رهای نور یعنی خورشید و ماه بیافرینه و این ایزد هم به نوبه خودش زنجیری از آفرینش موجودات را به وجود میاره و زندگی کنونی در زمین شروع میشه. اگه مثل ما بارها به بحث پیروزی نور بر تاریکی و جنگ دائمی نیروها هم برخوردین، خوبه بدونید که کهن‌ترین تمثیل از این دست مربوط به باورهای زروانی هست و شکلی تکامل یافته از اون به آیین زرتشت راه پیدا کرده. به نوشته وکیلی در باور زرتشت تا پیش از آغاز درگیری بین نیروهای خیر و شر و حمله اهریمن زمان بیکران و نامحدود بود، اما با ظهور نیروهای خیر و شر و مهلتی که برای نبرد این دو تعیین شد باعث شد زمان زمینی کرانمند بشه، یعنی دوره‌ای مشخص و معلوم پیدا کنه. هرچند در پایان این مهلت و وقتی
طبق پیشبینی ها اهورامزدا بر اهریمن پیروز بشه، زمان بیکرانه دوباره احیا میشه و زمان کرانمند به پایان میرسه و این بخشی از پیشبینی هایی هست که لافایت درباره دوری حضوران اونا که در زمین مطرح میکنه، اینکه وقتی اونها به زمین برگردند با از بین رفتن و جدا شدن انسان های اهریمنی و ناپاک از جامعه انسانی، دنیا متعلق به انسان های نیک منش و خیراندیشی خواهد بود که تا همیشه در کنار هم در آرامش زندگی خواهند کرد. ویدئوی بعدی این شبکه هم باز درباره باورهای کهن در ایران باستان هست و اینکه چطور بخشی از این باورها تا عصر حاضر دوام آورده. اگه تا اینجای ویدئو رو هم دیدین مثل همیشه لایک و کامنت یادتون نره.